به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، با تقدیم سلام و ابراز تمنیات قلبی خوشوقت هستیم یک بار دیگر در حضور شما دوستان و عزیزان قرار میگیریم و نگاه روز دوشنبه هفتم ماه جوزای سال 1397 شمسی برابر با 28 ماه می سال 2018 میلادی را تقدیم حضورتان میکنیم و بر اول معمول در آغاز بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان تقدیم می شود که شامل تبصره های از تریبیون، چاپ پاکستان، نشریه اطلس، نیویورک تایمز و در بخش روزنامه ها و جراید داخلی بخش از تبصره های سرخط، مسیر و ویسا را برای شما گرد آورده ایم. آغاز گر برنامه امروز تبصره است از روزنامه تریبیون چاپ پاکستان. البغدادی در افغانستان است. امریکا می خواهد ایران و پاکستان را به سوریه و عراق تبدیل کند. با گزارش پایگاه خبری تریبیون پاکستان، ایران به اسلام آباد نسبت به حضور داعش در سرحدات مشترک این کشور با افغانستان هشدار داده است. با گفته یک مقام آگاه، یک مقام ارشد ایرانی به هیئت بسرکردگی اشتر آصف علی لویسارنوال پاکستان خبر داد که ایران گزارش های اطلاعاتی بسیار موثقی دارد که نشان می دهد امریکا در حال انتقال داعش است و ابوبکر البغدادی رئیس شبکه تروریستی داعش هم در افغانستان به سر می برد. با گزارش تریبیون، این مقامات خبر دادند که ایالات متحده امریکا و اسرائیل می خواهند ایران و پاکستان را به سوریه، عراق، لیبیا و افغانستان دیگر تبدیل کنند. با گزارش تریبیون، اخیراً سفیر تاجکستان در پاکستان هم اعلام نمود نسبت به رشد نفوذ داعش در افغانستان نگران است، زیرا که حضور آنها در این کشور تهدیدی برای صلح تمام منطقه می باشد. رسانه پاکستانی به مسئله مهمی دیگری که در سفر هیئت قضایی پاکستان به ایران با آن پرداخته شد اشاره می کند و می نویسد اشتر آصف در این سفر از توجه مقامات ایران به کشمیر اظهار امتنان نموده است. منبع آگاه پاکستانی به این رسانه گفته که ایران خواستار استرداد افرادی شده که در ایران مجرم شناخته شده و به پاکستان فرار نمودند. و گفته این منبع، لویسارنوال ایران ابراز امیدواری کرده که همکاری در مسئله تروریسم بین ایران، پاکستان و افغانستان به ویژه در مقابل با داعش افزایش پیدا کند و پیشنهاد تهیه چارچوب کار گروهی را برای ارتباط کارشناسان در حوزه قانون، اطلاعات و امنیت برای حل معضلات قوه قضاییه دو کشور مهم خوانده است. توافق هند و روسیه در رشد اقتصاد افغانستان. هند و روسیه برای پیاده سازی در پروژه مشترک اقتصادی افغانستان موافقه نمودند. نشریه اطلس و سایر رسانه های هندی می گویند که تا یک دیدار نارندرا مودی صدر اعظم هند و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی عملی سازی پروژه های مشترک اقتصادی در افغانستان توافق شده است. شماره از کارشناسان بخش اقتصاد با در نظر داشت تجارب سالهای پیش روسیه در منطقه می گویند که روسا تمایل نشان دادند که در بخش های تولیدی در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. سید مسعود استاد پوهنتون کابل در این رابطه نظر داده گفته است که اگر یک دلار هم کسی به افغانستان کمک کند و اگر یک روز هم بیاید به خاطر پروژه سازی و اگر یک پروژه را هم بسازد، دولت افغانستان وظیفه دارد که از آن استقبال کند. همچنان سخنگوی وزارت اقتصاد افغانستان با در نظر داشتن فرصت های موجود، سرمایه گذاری ها و نیاز به زیربناها در کشور، سرمایه گذاری های مشترک هند و روسیه را برای افغانستان و منطقه مهم می داند. قابل یادآوری است که تقریبا یک ماه پیش چین و هند هم بر سر کار پروژه های مشترک در افغانستان به موافقه رسیدند. و در اینجا یک تبصره بسیار جالب و مبسوط از روزنامه پرتیراژ نیویورک تایمز داریم. حکومت افغانستان به روز چهارشنبه گذشته از خانواده های 30 کودک و 6 غیر نظامی بزرگسال که
در حملات هوایی نیروهای افغان در شمال شرق کشور کشته شدند معذرت خواست. حکومت کابل ادعا میکند که این حمله اقلن 18 جنگجوی رده بالای طالبان را نیز کشته است. این عذرخواهی مختصر 44 روز پس از آن اتفاق افتاد که فیر مسلسل و راکت از سوی نیروهای هوایی افغانستان پایان خشونت آمیزی را برای مراسم قدردانی از کودکانی که قرآن را حفظ کرده بودند رقم زد. نوروز پیش از معذرت حکومت افغانستان، سازمان ملل متحد گزارش را نشر کرد که سوالاتی را در رابطه به احترام حکومت افغانستان به قاعده احتیاط و تناسب در مطابقت با حقوق بین المللی بشردوستانه مطرح می کند. متن این معذرت نامه شگاف عمیق بین حاکم و رعیت و مرکز و حومه را آشکار می کند به گفته نیویورک تایمز. از خانواده های 36 قربانی غیر نظامی نام گرفتن نشده است. به جای نام واقعی افرادی که با غم و اندو در از دست دادن عزیزانشان دست و پنجه نرم می کنند، از نام عام استفاده شده، یعنی نام های خیالی. این معذرت خواهی نه عدالت را پیشکش می کند به گفته نیویورک تایمز و نه احتیاط و سنجش بیشتری را از جانب دولت افغانستان نوید می دهد. نیویورک تایمز می گوید این عذرخواهی با گفتن این که تفاوت میان فتنه‌گران و حکومت قانونی همین است که حکومت قانونی از اشتباهاتی که در حق ملت صورت گرفته معذرت می خواهد. تلاش می کند تا تسلای به خودی را ابراز کند، امری که در آن دولت افغانستان بهتر از طالبان است. نیویورک تایمز در بخشی از گزارش مبسوط خود می نویسد این اشتباه که عذرخواهی بدان اشاره می کند در دوم ماه اپریل در روستای ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز اتفاق افتاد. نیویورک تایمز علاوه می کند شمار زیاده از کودکان در مدرسه واقع در این روستا به خاطر حفظ کامل قرآن مورد تقدیر قرار گرفتند. بزرگان محل به عنوان بخش از یک سنت قدیمی در افغانستان بر سر این کودکان دستار می بستند، مراسمی که به نام دستاربندی یاد می شود. اما عده‌ای از صاحبان روزنامه ها، جراید و حتی تلویزیون ها در افغانستان چنین وانمود ساختند که آنهایی که یعنی 36 کودک که در این حادثه جانهای عزیز خود را از دست دادن، اینا افراد و خانواده های طالبان می باشند. دشت ارچی زمین پهناور بی‌حاصل و خشک است، بنوشته نیویورک تایمز، که در آن 90,000 نفر از طریق دهقانی، معیشتی و تجارت با تاجکستان امرار معاش می کنند. هرچند که سازمان ملل متحد این ولسوالی را از سال 2006 به این طرف به عنوان منطقه آری از کشت خشخاش محسوب می کند، اما نزدیکی آن با مرز تاجکستان دشت ارچی را به نقطه حیاتی ترانزیتی برای قاچاق مواد مخدر و سایر کالاهای غیر قانونی تبدیل کرده است. طالبان نیز بر این ولسوالی تسلط دارند. به نوشته نیویورک تایمز، دشت ارچی نمونه برجسته از منطقه است که اداره آن برای کابل و دولت محلی در قندوز بسیار دشوار به نظر می رسد. دشت ارچی مکان است که در آن مافیاهای مواد مخدر و گروه های مسلح جای خالی حکومت را پر می کنند و مردم آن از سوی سیاستمداران نادیده گرفته می شوند. نیویورک تایمز با سمیع الله، یک کارمند گلفروشی، اشاره می کند. سمیع الله کارمند یک گلفروشی که مانند بسیاری از افغانها تنها از یک نام استفاده می کند، آن روز مسئول حمل دستگل‌های پلاستیکی با رنگ‌های روشن به این مدرسه بود. این گل‌ها قرار بود پس از مراسم به استادان و متعلمین مدرسه داده شود، اما حوالی ظهر با نزدیک شدن مراسم به لحظات پایانیش سر صدای 3 یا 4 هلیکوپتر آسمان مدرسه را فرا گرفت و پس از آن صدای گوشخراش فیر مسلسل و گلوله‌هایی که به متعلمین مدرسه، استادان و حتی مهمانان مراسم اصابت میکردند. همچنان که آنها تلاش میکردند از مدرسه فرار کنند، این بار این هلیکوپترهای اردو بود که آنها را با راکت هدف قرار داد. پس از اینکه 2 راکت روی یک ساختمان 2 طبقه‌ای متصل به ساختمان مدرسه منفجر شد، نعمت الله یک از اساتید مکتب اعلامیه‌ای را از هوا شنید: نترسید، فرار نکنید، آرام بمانید،
شما اهداف ما نیستید. در همان موقع گروه جنگجویان طالبان حدود 8 فوت دورتر در ساختمان دیگر گرد هم آمده بودند. این دو راکت جنگجویان طالبان را هدف قرار داده بود، اما شاهدان عینی میگویند که فایر هلیکوپترها غیر نظامیان زیادی را که در خانه هایشان و در مزارع گندم در اطراف مکتب حضور داشتند کشته و زخمی کرد. با پخش خبر حمله به نوشته نیویورک تایمز، مقامات فعلی و پیشین افغانستان و سایر شخصیت های پرنفوذ با تاکید بر مرگ جنگجویان طالب و فامیل هایشان و نادیده گرفتن مرگ مردم بیگناه مخصوصا متعلمین مدرسه، لحن تمجیدگرانه را به خود نسبت به این حمله گرفتند. اظهارات آنها نشان داد که چگونه برای بخشای خاصی از جامعه افغانستان سخنگوها، کارمندان سازمانهای غیر دولتی و دولت یک قربانی فقط زمان قربانی حساب می شود که توسط طالبان یا دولت به اصطلاح اسلامی یا داعش کشته شوند. به این ترتیب چهره های برجسته افغانستان به نوشته نیویورک تایمز قتل کودکان افغان را توسط حکومت افغانستان در جریان تعقیب طالبان توجیه منطقی به زعم خود کردند. غیر نظامیان کشته شده در عملیات های دولت افغانستان و نیروهای ائتلاف بین المللی صرفا از بخت بد مسئول جانبی جنگ به شمار می روند. گویا کودکان در آن مدرسه با میل خود را برای چیزهای خوب خیالی قربانی کرده باشند. با آشکار شدن جزئیات مربوط به مرگ غیر نظامیان به نوشته نیویورک تایمز، بعضی از حساب‌ها در شبکه‌های اجتماعی برخی از افغانستان و سایر شهرها در کشورهای غربی به هر کسی که روایت رسمی دولت از حمله هوایی دشترچی را به پرسش می‌گرفت و به غیر نظامیان کشته شده در این حمله اشاره می‌کرد تاختند. بعضی از این حساب‌ها به مقامات پیشین دولت و برخی دیگر به خبرنگاران تعلق داشتند. بقیه آن حساب‌های ناشناسی بودند که ناگهان در صفحه هر کسی که سوالاتی را در مورد تلفات غیر نظامیان مطرح می‌کرد ظاهر می‌شدند. به کسانی که از تلفات غیر نظامیان گزارش داده بودند یا در مورد آن در فضای آنلاین بحث کرده بودند گفته شد که مرگ غیر نظامیان در این حمله نمونه دیگری است از اینکه چگونه جنگجویان طالبان از غیر نظامیان به عنوان سپر انسانی به گفته نیویورک تایمز استفاده میکنند. برخی ها ادعا کردند که عکس های کودکان کشته شده ابتکار پاکستان بوده که به دنبال تقابل میان افغان ها و اردوی افغانستان است. اندکی پس از حملات هوایی دولت کابل در یک بیانیه مبهم و سردرگم به نوشته نیویورک تایمز که به طور ضمنی حرفه‌ای بودن نیروهای امنیتی افغانستان را مورد ستایش قرار میداد و هیچ وقت به کشته شدن تعداد زیادی از کودکان و غیر نظامیان توسط همین نیروها نگذارد، به تلفات غیر نظامیان اعتراف کرد. عناوین روزنامه‌ها در منطقه و فراتر از آن الگوی مشابه را در پیش گرفتند. از کودکان به ندرت یاد شد و آنچه مورد توجه قرار گرفت از بین رفتن عده‌ای از قماندانهای طالبان بود. از مباحث و تبصره های روزنامه های خارجی که بگذاریم، میرسیم به تبصره یک دو سه روزنامه یا جریده داخلی. روزنامه های چاپ امروز کابل در رابطه با سفر هیئت بلندپایه افغانستان به اسلام آباد تبصره نمودند. از جمله روزنامه سرخط، می نویسد که هدف اصلی سفر هیئت بلندپایه افغانی به اسلام آباد صحبت روی پلان عمل در مورد روند صلح افغانستان می باشد. در ادامه تبصره گفته شده که اگر پاکستان در رابطه با پلان عملی کارهای را که انجام ندهد، حکومت افغانستان هم با پاکستان دیگر مذاکره نخواهد کرد. با باور نویسنده، حکومت افغانستان به جای وارد کردن اتهام بالای پاکستان بیشتر روی ارجای شکایت به سازمان ملل متحد تمرکز نماید تا پاکستان بیشتر از بیش منزوی شود. روزنامه می نویسد افغانستان به گونه غیر مستقیم با پاکستان در جنگ است. پاکستان از طالبان حمایت می کند و طالبان دشمنان درجه اول نیروهای مسلح افغانستان هستند. به باور نویسنده، این جنگ سیاست جنگی می طلبد و حکومت افغانستان در این راستا باید آگاهانه عمل کند.
روزنامه مسیر با اشاره به سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان نوشته که آیا پاکستان واقعا میخواد همکاری کند یا بازم کدام بازی جدید را آغاز نموده است. روزنامه میگوید که مقامات افغان به نتایج این نشست امیدوارند و فکر میکنند که پاکستان این بار میخواهد در پروسه صلح افغانستان همکاری نماید، ولی به باور نویسنده هیچ نشانه دیدن نمیشود که پاکستان مجبور باشد در پروسه صلح افغانستان همکاری نماید. روزنامه ویسا در رابطه با عکس العمل اعضای ولسی جرگه افغانستان نسبت به سفر هیئت حکومت افغانستان به پاکستان نوشته و گفته شده که آنان به نتایج همچون نشست ها خوشبین نیستند و از حکومت افغانستان می خواهند تا تلاش نماید تا از سوی جامعه جهانی فشار بیشتر بالای پاکستان وارد شود. روزنامه می نویسد که هیئت افغانی در حالی به پاکستان سفر می کند که کار روی ایجاد موانع در امتداد خط تحمیلی دیورند از سوی پاکستان ادامه دارد و گاه گاهی در مناطق متصل به خط تحمیلی دیورند از سوی نظامیان پاکستانی راکت پرتاب می شود. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، از تبصره های روزنامه های داخلی و خارجی که بگذاریم، قبل از اینکه من به صحبت اصلی شروع کنم، خدمت هموطنان ارجمند عرض می کنم که متاسفانه از تقریبا یک هفته به این طرف است که برنامه های ما بر روی جادو به صورت درست پخش نمیشه و هر از گاهی یا مشکل صدا پیدا میشه یا مشکل تصویر پیدا میشه. من هم نمیفهمم که مشکل در کجاست که مورا حل کنم، و اما جانب اونها اگر کس زنگ میزنن قسم غنوت میسازن که گویا قصور از ماست، کدام مشکل تکنیکی است که شاید از جانب ما باشن، اما اگر به ما بگن که شما چی بکنین ما مکار میکنیم. بر صورت من معذرت میخوام به خاطر این مشکلی که ایجاد شده، و من امیدوار هستم که با صفحه جدیدی که در رابطه ما با جادو گشایش یافته یا باز شده، روز به روز این مشکلات رفع شوند و همچنان که ما قبلا با هم موافقه کردیم و شما هم از طریق تلویزیون در هفته گذشته شنیدین، ما همکاری های بیشتری با جادو طی روزهای آینده، ماهای آینده و حتی سالهای آینده خواهیم داشت. صحبت اصلی ما در مورد مسافرت هیئت افغانستان به پاکستان است. شما حتما اطلاع دارین که آقای حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در امراهی با وزیر داخله و رئیس امنیت ملی برای دیدار با مقامات ارشد پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است. اگرچه سفر چند پیش شاهد خاقان عباسی صدر اعظم پاکستان به کابل و ادامه گفتگوها پیرامون برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح این سفر را توجیه می کند، اما نظر به تجارب گذشته و وضعیت جاری در کشور، این سفر نیز تکرار مکررات و چرخش در دور باطل قهر آشتی یا سفر و با سفر بی حاصل تلقی می شود. در دنیای سیاست و دیپلماسی مسلماً نباید از سفر و چانه‌زنی خسته و مایوس شد، اما این اصل زمانی قابل اتکا و تأکید است که نقشه گفتگوها بر اهداف روشن و نامتناقض استوار باشد که در دراز مدت بتوان آن را به ثمر نشاند. وقتی که هیچ اهداف روشن و هیچ نقشه جامع و سیاست مشخص در برای گفتگوها و ملاقاتهای مقامات افغانستان با پاکستان وجود نداشته باشد، این سفرها صرفا هواخوری رفتن از خزانه دولت و مردم فقیر افغانستان تلقی می شود. اگر مردم پاکستان از این مسافرتها و دیدارها استقبال کنند، شاید حق به جانب باشند، چون لااقل دولت مردان آنها برای دهها توانستند افغانستان را عمق استراتژیک و حیات خلوت پاکستان در رقابت با کشور هند بسازند. اما مردم افغانستان حتی در اوج این دیدارها و گفتگوها شاهد راکت پراگنی از آن سوی مرز و افزایش تحرکات تروریستی در شهرها و روستاهایشانند. دوستان ارجمند، در رابطه با این گزارش، البته ما یک کلیپ ویدیویی هم تهیه دیدیم که با هم می رویم و این گزارش ویدیویی را
مشاهده میکنیم. تا دقایق دیگر برمیگردیم، با ما باشید. نمایندگان ارشد حکومت افغانستان و پاکستان پس از دو روز رایزنی در اسلام آباد سرانجام توافق کردند بر ضد عناصر که صلح را نمیپذیرند به گونه مشترک مبارزه کنند. سخنگوی شورای امنیت ملی میگوید مشاوران امنیت ملی افغانستان و پاکستان بر عملی شدن 66 مورد توافق کردند که در برنامه عمل دو کشور برای صلح و همبستگی بر آن تعهد شده است. په امنیتی برخه کې هوکړه وشوه چې دواړه لوري به د عمل په پلان کې راغلي شپږ شپېته مدعیزې ژمنې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د همکارۍ جامع چوکاټ تشکیلوي. له پلان سره سم به یې د عملي کولو لپاره بیړني او مشخص ګامونه اخیستل کېږي. حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی، معصوم سانکزی رئیس عمومی امنیت ملی، وایس احمد برمک وزیر داخله، همایون قیومی مشاور ارشد رئیس جمهور، عمر زاخلوال سفیر و نماینده خاص رئیس جمهور در پاکستان و نمایندگان وزارت‌های خارجه، داخله و ریاست عمومی امنیت ملی از اعضای هیئت افغانی هستند که با مقام‌های ارشد پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کردند. 66 مورد تعهدهای درج شده در برنامه عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی از مهمترین موارد توافق شده است. دو طرف توافق کردند هر چه زودتر مطابق یک برنامه مشخص گام های عملی بردارند. عملی ساختن اقدام های مشخص در روزهای آینده برای پیشبرد روند صلح و کاهش خشونت از موردهای مهم دیگر است که دو طرف بر آن توافق کردند. به گفته سخنگوی شورای امنیت ملی، دو کشور بر ضد گروه ها و عنصر هایی که صلح نمی خواهند یک جا اقدام خواهند کرد. حق وصله والی دلی چه دو صلح انتخاب نلری پوړاندې به مشترک اقدامات کیږي. بل مهمه خبره دا ده چې د کاري ټیمونو پر ایجاد هم پریکړه وشوه. د دې کمیټو له لارې ټولو مواردو ته د عملي کېدو زمینه برابرېږي او د دې کمیټو له لارې به په دواړو خواوو کې همغږي کوونکي هم وټاکل شي چې د دواړو هیوادونو رهبري به ترې مستقیمه څارنه کوي. دو کشور همچنان توافق کردند کمیته های کاری تعیین کنند تا از پیشرفت عملی فعالیت ها نظارت داشته باشند. در بخش اقتصادی، انتقال برق آسیای مرکزی از راه افغانستان به پاکستان، ایجاد سهولت در ترانزیت و تجارت از آسیای مرکزی به بندر گوادر، احداث خط آهن در تبانی با تعهدهای جهانی و توسعه شاهراه جلال آباد کابل از موردهای دیگر است که مقام های ارشد سیاسی و نظامی دو کشور بر آن توافق کردند. مذاکرات بالای درستی پاکستان، چون تعیین سیاست ها را معمولا اردوی پاکستان میکنه، مخصوص به درستی میگه نقش بسارم نداره، یک آغاز خوب خواهد بود برای آینده، به شرط که مقامات ما هم پیگیرانه، استراتژیک و مصممانه این روند را تعقیب کنند. از موارد دیگر که بر اساس گزارش ها دو طرف روی آن بحث کردند، الحاق مناطق قبایلی هم مرز با افغانستان به ایالت خیبر پشتونخوا است. گفته می شود هیئت افغانی نگرانی شدید دولت افغانستان را در این خصوص به پاکستان ارائه کردند، اما به نظر می رسد پاکستان به این نگرانی ها توجه ندارد. رئیس ستاد ارتش پاکستان گفته است اجازه نمی دهد حتی یک انچ از خاک پاکستان به کشور دیگر واگذار شود و همچنان نخواهند گذاشت گروه های هراس افغان از خاک پاکستان بر ضد کشور دیگر استفاده کنند. وزارت خارجه پاکستان هم امروز در واکنش به اعلامیه دولت افغانستان در پیوند به الحاق مناطق قبایلی به ایالت خیبر پشتونخوا گفته است که پاکستان همان تصمیم را گرفته است که به نفع مردم این کشور است. پاکستان حق دارد در مورد مسائل داخلی خود هر گونه تصمیمی که خواسته باشد بگیرد. ما تصمیم را خواهیم گرفت که به نفع مردم ماست و خواست ما از دولت افغانستان این است که با توجه به اصول جهانی و اصل عدم مداخله با دقت ابراز نظر کند. همزمان صدها تن در پشاور بر ضد این تصمیم دولت پاکستان دست به اعتراض زده و گفتند تصمیم حکومت و پارلمان پاکستان برای مردم قبیله نشین پاکستان قابل پذیرش نیست. ریاست جمهوری افغانستان ادغام مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشتونخوا را تصمیم یک جانبه خواند و گفته است هر نوع اقدام سیاسی و نظامی در آن منطقه بدون مشورت با افغانستان خلاف توافقهای 1921 میان هند بریتانیایی و افغانستان است. مجمع ملی پاکستان روز پنجشنبه در یک اقدام بی پیشینه با 229 رأی موافق و 29 رأی مخالف مسوده قانون ادغام مناطق قبایلی را با ایالت خیبر پشتونخوا تایید کرد. در جمعه شما یک گزارش ویدیویی را خب حتما دیدین و خدا و شما میتونید خودتان برداشت کنین که چطور امکان داره با این معضله تازه که پیدا شده، یعنی الحاق مناطق قبایلی
و ایالت خیبر پشتونخوا مناسبات افغانستان و پاکستان بهتر شود. افغانستان زخم ناسوری است که حالا 40 ساله شد و هنوز هم این زخم دردناک التیام نیافته است و هر روز بیشتر از گذشته ناسورتر می شود. گویی داروی برای مداوای این تن دردمند و خونچکان وجود ندارد. جنگ عامل اصلی این مصیبت است که هر دم زخمهای آن خونینتر می شود. در بستر نارامی های جاری در این کشور که قربانیان میلیونی گرفته است، دایه صلح امر محال و ناممکن به نظر می رسد و تا حال تلاشایی که در این راستا انجام شده است به دلایل گوناگون به شکست انجامیده است. موزله افغانستان حالا به کشیدگی مبدل شده که در آن پای منافع قدرت‌های بزرگ جهانی نیز دخیل می باشد. افزون بر آن همسایگان ما نیز در این کشیدگی ها نقش اساسی دارند و از همین روز که این خاک را جنگ پایانه نیست. به تازگی طور که شما شنیدین آقای حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به پاکستان سفر کرد و طور که دیده شد ایشان با مقامات و همتای پاکستانی خود در راستای حل معضله کنونی افغانستان گفتگو نمود و طوری که مشاهده شد ظاهرا به توافقات هم دست یافتند. اما چه توافقاتی؟ در 16 سال گذشته از این توافقات که به عمل آمده زیاد دیده شده، اما در فرجام به حکم بر یخ نوشتن و بر آفتاب گذاشتن را به خود گرفته است. درست است که برای برقراری صلح در کشور ما باید با پاکستان گفتگو کنیم، زیرا این کشور با هزار دلیل پایش را در معضله کنونی افغانستان دخیل کرده و ادامه جنگ در افغانستان نیز با سیاست‌های پوشیده و آشکار اسلام آباد مرتبط می باشد. نکته اصلی در این است که طرف افغانی باید با هوشیاری در این معضله با طرف‌های پاکستانی گفتگو کند. پاکستان منافع دراز مدت و استراتژیک در افغانستان دارد و باید در هر گونه گفتگو با آن کشور با دقت برخورد شود تا منافع ملی افغانستان را قربانی امیال شیطانی دیگران نکنیم. به نظر بنده به ثمر نرسیدن هر گونه تلاش در راستای تامین صلح در افغانستان به این نکته مرتبط است که ضمن این که طرفین به منافع همدیگر توجه نکردند، معلومات و آگاهی های ارائه شده پشت میز گفتگوهای عینی و واقعی بینانه درست نبوده است. از این رو این مذاکرات قربانی بی‌دقتی ها در این خصوص شده است. اگر از این دیدگاه ارزیابی نماییم، حرف اول ما به آقای مشاور امنیت ملی و کل مختار مسائل امنیتی افغانستان پس از آقای اشرف غنی یعنی حنیف اتمر این است که معلومات درستی را از وضعیت کنونی باید هنگام نشستن پشت میز مذاکره با خود داشته باشد که ارائه کند. معلومات غلط و نادرست برای نشان دادن هر گونه تعلقات حاکمیت میتواند برای گفتگوها و به ثمر نشستن آن ناسودمند تلقی شود. افغانستان کشور پیچیده از لحاظ ساختارهای جامعه شناسی و قومی و همچنان تکثر مناطق و اقوام و حتی مذاهب مختلف دارد. عدم شناخت از این وضعیت و موقعیت استراتژیک سبب می شود که کشورهای تامه در گرداب حوادث این سرزمین غرق شوند و این کشور همچنان به شاهراه آرامش و ترقی نرسد و همسایگان نیز از آن زیانهای باور نکردنی ببینند. متاسفانه جنگ و فقر و ناامنی در افغانستان به صدها عامل بیرونی دیگر را به خود پیوند داده که هر کدام بخش از این بستر خشن و وحشتناک را تغذیه می کنند. اما این تحلیل هرگز به معنای رفع مسئولیت از عوامل و فعالان داخلی صحنه سیاسی افغانستان نیست. در نهایت امر این مردم افغانستان و نخبگان سیاسی آنها هستند که می توانند این کشتی بگل نشسته را به ساحل نجات برسانند. مسلماً حجم و مساحت مشکلات بسیار فراتر و افزونتر از قد و اندام حکومت نامشروع وحدت ملی کنونی است. برای بیرون رفت از این همه درد و رنج و مصیبت و ناکامی، اول از همه
در وفاق ملی و اجماع کلان سیاسی در میان سیاستمداران مردمی نیاز است تا از آن راهگذر بتوان نسخه مؤثر برای نجات افغانستان پیچید و قدم‌های بعدی را در روشنایی و صلابت لازم برداشت. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، بعد در اینجا میرسیم به پایان تبصره امروز. میریم به سراغ تلفن های شما دوستان و عزیزان، ببینیم که شما چی پیشنهاد دارین، چه نظر دارین و چه انتقاد دارین. تلویزیون آریانا افغانستان، بفرمایید. من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. بفرمایید. شکر که شما رو صاحب سلام. زنده باشین. زنده باشین. بسکنیار صاحب، شما خودتون خوبتر در سیاست، چون یک آدم تحلیلگر سیاسی خوب در منطقه و الحمدلله مبصر خوب. میره بانستین. میره بانستین. بسکنیار صاحب، چیزی که قابل بحث است، امریکایی ها متوجه شدن که ایران در مدت 40 سال بالاخره برش یک قانون که بخواین برای این استاپ کنن کشیدن، همی آمدن وزیر خارجه امریکا که چندین چیز را که شما متوجه بودین که برای هزینه پیشکش کرده که ما مطابق اگر بخواییم شما را سرطان اتک نشه یا رابطی ما خوب شد. بله بله، شرایط را پیشنهاد کرده برشان. فکر نکنم 12 شرط است، 12 شرط یا 13 شرط است که ایالات متحده امریکا ارائه کرده به طرف های ایرانی. بله. و در هیچ امریکا، و اگر بیادتان باشه چند وقت پیش حتمر به امریکا آمد سفر کرد و امریکایی ها متوجه شدن که وقتی که رای شابه ها را، رای اقتصادی شابه ها را در این مناسبات استاب می کند، دروازه شارک دیگه را باید باز کنه که به یک چیز دو فاختک داده شود، چرا که امو یار قدیم و حسب زینکده پاکستان است. پاکستان در این مناسبات چون شورمشورای خودشان داخلی شده را حل کرده مسائل پشتونا، در هیچ به یک خلاصگیری که واقعا بتانه هم ازش دفاع کنه و هم کمکش کنه همین امریکاست. در این مناسبات فقط خواست با امریکا که انیف اطمر با گروپش وظیفه داد اشرف غنی را که اینا برن این مناسبات دور کنن که رای اقتصادی را از این طریق باز کنن، چرا هندی ها میگفتن که اگر امریکا فرض مثال سر ایران حریم های اقتصادی را بسته کنه و نمانه، ما مجبور هستیم که به طرف امریکا استاده میشه، یعنی که ما نمیخواییم شابه ها را اون که اگر باشن. در این مناسبات یک چیز دیگه هم که امریکا چند روز پیش همین مسائل داشتن قراردادی که به 50 سال در افغانستان میمانه همی هم ادره اکتر صدا را کشید. مسکری آسان، شما متوجه هستین که حکمتیار دستش به پاکستان خوب میچرد خب بسیار خوب و این آدم تفخیر که برای اشرف غنی و برای امریکای ها میده و به نفش از اینجا مسائل پشتون ها در دو طرف مرز هست و خواستن که همی این مسئله را از این طریق باز کنه درای اقتصادی هم شوه و در بین این دو کشور یک آرامش بیه که بتانن ایران منزوی بسازن. بله بله. و در این مناسبات افغانستان آلت سوریه میشه، چون ایرانی ها همیشه در مناسبات جنگ خود با روس و یاکی دسته یکی کردن و فکر میکنم که مثل سوریه و جنگ های کوچه و خدای نخواسته و همه چیز صورت میگره، چرا ایران در منطقه دست پاچه میشه مسائل حرم و اسرائیل آمد. در این مناسبات فقط سوالی که مسکنی هاسته و شما دارم که آیا از نگاه تحلیل های سیاسی که شما میکنید ایران در همین مناسبات فعلا در افغانستان بازگیری عسکر نداره که برای این دهاز به نزدیکی ها بتانه شورمشور در داخل های شهر بکشه؟ بله زنده باشین. دیگه خود جای شک نیست که همچنان که ایالات متحده امریکا فشار روزافزون بر ایران شروع کرده از طرق مختلف به بهانه برجام یا سایر مسائل دیگه است، یعنی مداخله ایران در افغانستان، مداخله ایران در عراق و حتی سوریه، مسئله سوریه بسیار حاد شده و امریکایی ها بر شکل که است میخواین نیروهای ایرانی را از سوریه خارج کنن. حتی آقای پوتین هم با امریکایی ها هم دست شده، گویا آقای پوتین متقاعد شده که باید ایران از سوریه خارج شود. و ایران هم یک کشور ضعیف و یک کشور نیست که تن به خواسته های امریکا به این سادگی بده.
نهایت طور که شما تحلیل کردین، ما هم تشویش میست که اگر روابط امریکا با ایران خرابتر شوه و واضح است امریکا هیچ وقت خودش استفاده از علیه ایران یا علیه هیچ کشور من بعد از زور خود از قوت خود از طریق زمین حمله چی استفاده نمیکنه، همچنان که ما شما در سوریه میبینیم وقتاً فوقتاً حملات هوایی میکنه. نهایت همچنان که همه پیش بینی کرده امروز در دنیا مخصوصاً در افغانستان جنگ های نیابتی روان است، بنان به نیابت از امریکا شاید اسرائیل به ایران حمله کنه و ایران باز توانایی ایره داره که ضربات کشنده یا ضربات مدهش بر امریکا از طریق فیر راکت بر میدان های هوایی شیندن و بگرام از این استفاده کنه برای تحت فشار قرار دادن بیشتر امریکا و یایی که مسئله شوراندن و مسئله ای که نفهم خراسان بسازن یا مسئله ای که افراد و اشخاص مثل لطیف پدرام امروز برخواستن و ادعایی را میکنن که ما باید سرزمین خراسان را بسازیم و افغانیت قبول نداریم و بیرق افغانستان قبول نداریم، شما اینا را این چیزها را ساده فکر نکنین، ادو فکر نکنین که آقای پدرام شب خواب دیده یا شب خواب دیده و صبح خسته این صحبت ها را میکنن، این همه روی یک پلان است و متاسفانه در جنگ های نیابتی افغانستان بیشتر متضرر خواهد شد و امروز که اوضاع و احوال که آدم مشاهده میکنه واقعا آینده افغانستان بسیار به طرف تاریکی میره از جانب مشکلاتی که در انتخابات افغانستان پیدا شده و همه حراس ازی دارن که تقلب در انتخابات میشه که میشه، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری میشه که میشه و همچنان مسئله ای که تا امروز در اکثر ولایت افغانستان حتی دفاتر ثبت رای دهندگان باز نشده چی رسه به اینکه کاندیدان برن و خود کاندید کنن. ما طوری که در گذشته گفته بودم چون لحظات پایانی برنامه امروز است، من خودم یکی از مشتاقان و یکی از طرفداران ازی بودم، آرزو داشتم که در انتخابات پارلمانی افغانستان یعنی شرکت کنم، حتی مقدمه‌ش هم چیده بودم، متاسفانه با این حال و احوالی که من میبینم و اوضاع از دور و نزدیک مترصدش هستم، من فکر نکنم که با این شرایط در افغانستان انتخابات پارلمانی دایر شود، چه رسه به ای که پارلمان انتخابات ریاست جمهوری دایر شود. در مورد انتخابات ریاست جمهوری فکر میکنم امروز یک تقریبا یک فیصله عمومی یا یک تصمیم عمومی در حال تکوین است، مبنی بر این که از انتخابات ریاست جمهوری که به مراتب بهتر است تا یک دولت موقت روی کار بیاید، که البته در برنامه های آینده روی دولت موقت و چگونگیش هم صحبت خواهیم کرد. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. بله محترم اسکیاست سلام، من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. بیننده ارجمند بفرمایید سب، من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم. محترم اسکیاست سب، به نظر من افغانستان در جنگ های نیابتی قرار میگیره، یعنی فرمودید بله. جناب خود شما گفتین که پدرام او روزا یک صحبت دیگه شما شنیدم، گفت اگر برای مصلحت و اینا نشد ما از رای جنگ پیش میریم. یعنی اینجا فعالیت های ایران هم هست و در ضمن قرار گفتن برادر ما ارتباط حکمتیار زیادتر مستحکم است با پاکستان، در اینجا مسائلی که ارتباط خود با پشتون ها گرفته و پدرام هم ارتباط با ایرانی، جنگ های نیابتی افغانستان هم بدبخت میسازه و ای امریکا هم از یک طرف و روس هم از جانب دیگه. من میفهم که این سیاستمدارای ما چی میکنن، اصلا میخوایم که افغانستان را تجزیه کنن و این کارا آخر نتیجهش به این خواهد کشانده خواهد شد که شاید خدا نخواسته افغانستان تجزیه شود و نظر جناب شما را میخوایم. من میره عطف میدارم. زنده باشین، تشکرم. خب این بستگی به نیت امریکا داره که آیا امریکا نیت پاک نسبت به افغانستان داره یا نیت ناپاک، و هر چی که منافع امریکا باشه همون کار میکنم. اگر منافع امریکا و مخصوصا کشورهای غربی و امریکا مخصوصا امریکا مسئله تجزیه باشه اونا حتما این کار میکنن. اگر منافع امریکا در تجزیه پاکستان باشه همون کار میکنه، اگر منافع امریکا در تجزیه افغانستان باشه این کار میکنه. اما من خودم خوشبین هستم و فکر نکنم که افغانستان به طرف تجزیه بره، برای اینکه تجزیه افغانستان به نفع ایالات متحده آمریکا و به نفع کشورهای غربی نیست. نادر است که امروز ما را یک مشکل احاطه نکرده، ما با مشکلات بسیار
خطرناک مواجه هستیم. یعنی ما در محاصره مشکلات هستیم که آدم حتی مشکلات ها میره گفته نمیتونه. ما در محاصره چی برتان بگویم که ما بر ریاضی یک لغت و یک واژه درست پیدا کنم. ما در محاصره وحشت و دهشت هستیم. یعنی مسئله ای که افغانستان چندین بار در طول تاریخ خراب شده و پس آباد شده، اما او سرمایه اصلی افغانستان که مردمش است. و شما ببینید تا 4 دهه در افغانستان چه جوانهای در این مملکت نبود که شهید نشدن، چه شخصیت های مبارز و شخصیت های وطن دوست نبودن که اینا برشکل بودن یا عمرشان بقا نکرد و یکی در اثر جنگ های اینا آواره شدن و جانهای خود از دست دادن. سرمایه اصلی افغانستان این است که امروز امریکا یا بعضی کشورهای دیگه یورانیوم و نفت پلات یا سایر منابع طبیعی ما را به تاراج میبرند. مشکل اصلی افغانستان، سرمایه اصلی افغانستان، جوان افغانستان است، ملت افغانستان است. امروز ما فکر میکنیم برای حکومت وحدت ملی افغانستان جای شرم است، جای خجالت است، جای سرفگندگی است که در حدود 400 هزار جوان افغان امروز سرگردان در کشورهای مختلف اروپایی، یونان و سایر کشورهای منطقه اینا سرگردان هستند و هر روز از ترسی که مامور امنیتی یا پلیس اینا را دستگیر نکنه و پس به کشور نفرستید اعزام نکنیشان، اینا ببینید در چی سرگردانی و بلا تکلیفی به سر میبرند. این بخش از چندین بخش مصیبت مردم افغانستان است. پیدا کردم ما امروز با مصیبت های گوناگون گفته مردم دست و پنجه نرم میکنیم یا به عبارت دیگر ما را امروز مصیبت های گوناگون احاطه کرده. بنان در شرایط فعلی پیشنهاد ما بر جناب اشرف غنی هم است. آدم که نمیتونه، من اینمی بسیار چیز سبک هست این سکنیم امیر، شاید انگشت های دست ما یک روماتیزم داشته باشه، سیاتیک داشته باشه، یک مرض داشته باشه، من میره بالا کردن نتانم، من میمانم بگم برادر کسی که میره بالا کنم. حجم بدبختی، حجم مشکلات افغانستان به مراتب بزرگتر از بونی نحیف و ضعیف و عقل ناسالم اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان است. در یک کلام بنابراین آقای غنی بهتر است که همچنان که در روزهای پایانی دوره شاه شجاع او یک همه میگوین که شاه شجاع در لحظات آخر یا در لحظات پایان حکومتداری خود پشیمان شده بود. من فکر میکنم آقای غنی هم به پیروی از شاه شجاع همین پشیمانی و ندامت خود اعلان کنه و ناتوانی خود به مردم افغانستان به نمایش بگذاره. از اظهارات خانم آقای غنی من چنین استنباط کردم که حتی خانمش چون عقلش بیشتر کار میکنه، بیشتر چیک به مراتب بیشتر کار میکنه، همین خانم نظر داده برش که تو خود کاندید نکو، بهتر است بگذار مردم افغانستان خودشان سرنوشت خود به دست بیارن، خودشان سرنوشت خود رقم بزنن و در شرایط فعلی طوری که بارها گفتیم بهترین گزینه حکومت موقت است. اینکه در رأس حکومت موقت کی قرار بگیره و کی بیایه، این هم سوالاتی شاید در نزد شما باشه و سوالاتی در نزد ما هم باشه، اما راه بیرون رفت و راه حل فعلی یا آنی مشکلات افغانستان و بدبختی های افغانستان آمدن یک حکومت موقت است، نه حکومت میراثی که آقای غنی هم باز هم یک دوره حکومت کنه و بعد از او یکی از بالکه های خود تشویق کنه که او خود کاندید کنه برای مقام ریاست جمهوری افغانستان. دوستان تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید. سلام جناب محترم آقای مسکنیان، من بر شما سلام احترام تقدیم میکنم، بفرمایید. لطف کرده شما صد سلامت باشین. طوری که شما هم موضوع خوب به تحلیل گرفتیم در مورد سفر هیئت امنیتی افغانستان، به واقعیتش کدام دستاوردی نداره، چون افغانستان یک دیپلماسی فعال در منطقه هیچ وجود موجود نیست از افغانها. افغانستان کشوری است که تا حال با هیچ یک از همسایه خود روابط حسنه نداره. تو وقتی که آدم با همسایگان سازش کرده نداره، واضح است در داخل چیزی توانایی دیگه را نداره که در داخل هم کاری را بکنه، که سیاست خارجی و سیاست داخلیش به رد میگیره به سیاست خارجیش. ما با ایران هم روابط حسنه نداریم، با پاکستان نداریم، با کشورهای آسیای میانه هم همچنان. پس معلوم است که ضعف هم نبود، اردوی قوی هم نداریم که بتانیم در وقتی که در میز مذاکره در ارتباط دیپلماسی هم ضرورت است که قوه
آدم از قوه هم باز وقت یادآوری میکنه یا قوه هست که به آدم میتونه که جرأت بده که در مورد صحبت بکنیم. افغانستان کشور کاملا فقط در تقاطع کشورهای جهانی قرار داره به حساب اینی که کدام کشور برازی بیایه و پول بده و باز بجنگه و منافع کشورها را فقط اینمی حکومتهای دستنشانده تمثیل بکنن. از ضعف دیپلماتیز ما امروز 40 سالت با پاکستان هیچ نمیتانیم کنار بیاییم، نه قناعت دادن میتانیم نه اونا ما را قناعت دادن میتانن، و همچنان مداخلاتی که ما میکنیم نسبت به اونا بیشتر است در امور خاک یک کشور است. شما ببینین همه کشورها میگن قوانین جهانی است که آن حاکمیت ها و ملت ها تعلق داره. هر جایی که یک ملت ساکن است، چه ولسوالی، چه علاقه داری، چه دیگه، بونمو ملت تصمیم خود خودش باید بگیره. امروز در مورد خیبر پشتونخوا باز دوباره یک قضیه بسیار عمیقی است. این نه ولی ساده نیست، ساده نیست. بله باز ما بتونیم یک موضوع دیگر حل کنیم، در حالی که در عمق قضایا خبر میشیم که چیز بر ما نه راه بیرون رفت داره و نه انو دشمنی پاکستان ما دامن میزنیم در منطقه، و پاکستان میتونه با اون نیروهایی که داره، با دستگاه استخباراتی داره، قبلا هم که گفتم آقای اکمتیار فقط رئیس آیسای افغانستان کاملا در کل قضایای افغانستان بعد از این اونمو کار میکنه. در اینجا هیچ فقط زوف دیپلماسی است، زوف سیاست خارجی ما، زوف نداشتن اردوی ما، زوف عدم تامین امنیت است. ما نمیتونیم همچنان در قضایای ایران شما باور بکنید جنگ بنا، اگر جنگ میشه ایران در امریکا در مقابل ایران بازنده است. هم در خلیج فارس نمیتونه قوای خود از نگار هوایی بیاره، زر بحری بیاره، همچنان هر جایی که نیروهای امریکایی است بالای سر از این قوای چیز ایرانی در اونجا حضور داره. اگر نمیتونه مثلا واشنگتن با راکت یا قراپایما خود ندارن، از او که ضعیفتر شخ داره گفتی خودشان شهاب یک دو سه تا شش محاسبه میکنن. اینا میتونن جایی مثل افغانستان هم مثل عربستان سعودی را اسرائیل اینا هدف قرار بدن، اما در اصل فقط فروش سلاح امریکاست. این میخواه با امریکا بجنگه. آلمون رقمی که با نارد گوریا صحبت شد، آل اعلان میکنن نارد گوریا در جمله کشورهای در جک اقتصادی خاطر قدم خواهد گذاشت. پس معلوم میشه اینا یک زمان گذر است، جنگهای لفظی است، سلاحشان است، سلاح خوده که میفروشن، باز دوباره سیاستشان تغییر میخوره. ولی ما در همسایه های خود باید یک دیپلماسی خاصی داشته باشیم. اساسی ترین کار همسایه چی در یک مملکت است، چی یک خانه است. ما امروز در مقابل پاکستان بسیار وای مشترکات زیادی داریم، اما هیچ توافق حاصل کرده نمیتونیم. چی دلیل است؟ مسلمان است، مسلمان است، همچنان فرهنگ هم نسبی یکی هستیم، با ایران هم همینطور. اما متاسفانه از هیچ کدام نتونستیم دستاوردی داشته باشیم برای آینده خود. این راه دیپلماسی را باید جستجو کنیم. ما در فکر از این نباشیم که اقوام چطور میشه یا قوم چطور میشه. اگر ما میگیم بعضی ها مثلا میگن مداخله های فرهنگی، زبان ها زاینده است. زبان هیچ وقت استاپ نداره، زبان از هر چیز استفاده میکنه. با علم تکنولوژی یک جا میره، با علم تکنولوژی باید دوش دوش بره. اون چیزی که ما را حفظ میکنه استقلال ماست، ولی متاسفانه تکرارها میگم که افغانستان متاسفانه استقلال نداره. استقلال سیاسی میداشتیم شاید با ایران کنار میامدیم، تا به حال با پاکستان کنار میامدیم. هر زمانی که در افغانستان هند نزدیک شده میره، پاکستان در قسمت عملات انتحاری خود و امن و امنی در افغانستان آن واحد عمل میکنن. اینجا ما هیچ تصمیم گیرنده در افغانستان نداریم که چی باید بکنیم. اگر با پاکستان نزدیک میشیم هندوستان هم برای ما روابطش حسنیش قطع میشه. اگر با ایران نزدیک میشیم متاسفانه تعادل نیست در بود داخلی. اختری صاحب در بود داخلی شما ببینید این سیاست آقای غنی چه قسم سیاست مدار است، چه قسم مغز متفکر است. عبدالرشید دوستم یک بار خانمش میگه که یک آدم نمیفهم جانیس و قاتل است و ریپست است و چطور و چه کار است. حتی خانم آقای غنی در مصاحبه با یک از خبرنگارهای خارجی گفته بود باز اون برش نماینده روان میکنه تو افغانستان. به من فکر کنم دوستم با تمام بدعملی هایی که در افغانستان کرده به این اندازه آدم بیعقل نیست که فریب نیرنگای اشرف غنی و داردستیش بخوره. بسیار بجال گپ شما جناب آقای مسکینیار. هر مملکت این امریکا رو شما باور کنید، فکر کنم که از سال 1778 که استقلال خود از امریکا از انگلیس ها میگیره، یک مش خطوط اساسی در اون زمان داره. این دو دفعه محتمم مبزود کرده که موضوع همین سلار انتقال سلاس. ما در افغانستان هیچ خطوط اساسی نداریم، کشور نداریم. تشکر بسیار، تشکر اختری صاحب، زنده باشید، مهربان هستیم. تشکر. تلویزیون آریانا افغانستان بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم. چطور هستین؟ اینجا باد بسیار چندین ماه صدایتان رو میشنویم. خوش آمدین. خوش آمدین اینجا. بفرمایید. من متاسفانه از شما رو ما در اروپا گرفتن نمیتونم به حال هم که گرفتم از طریق جلوایز. شما جلوایز بله در فیسبوک پخش میکردین. بله یعنی مشکل تکنیکی پیدا شده بود. امروز تصادفاً میخواستیم در فیسبوک هم پخش کنیم اما منبعی که ما میخواستیم اودیو ویدیو را انتقال بدیم یه مشکل پیدا کرد. میبخشن دمی یک هفته است که وضعمو بسیار خراب است. مشکلی هست نمیشه که ساعتار از هشت شهر انگلستان بگیرین مردم از کار جمع شدن و او طرف چیز نامش پیام افغان هم تبصر داره اکثر مردم اونا را بینیم خلا شهر یعنی هشت شهر شهر یعنی یک ساعت بعد از یعنی ساعت مردم ای طرف ی طرف هم گوش کنن. مقصد تا نیک ساعت یک پیشین ما نه یک و نو دمه شد نه یعنی یک ساعت پیشتر شروع کنم منظورتان است؟ نه یک ساعت بعدتر چون دریوه در ساعت دوازده. خب من کوشش میکنم سرش فکر میکنم. خب من سرش فکر میکنم چرا نه؟ اگه به اونا فرق داشته باشه به نظر من خوب است. من خوش هستم فرق داشته باشه هم به شما میتونیم گوش بتیم هم به اونا. اما برنامه از اونا 3-4 ساعت است دیگه. باز شما مجبور هستین که نه نه با مردوش نمیتونم چون زنگ زنه نمیتونم دیگه بادم که کنم نظر کنم نتونه به چیز گوشم نمیتونم حالی آدم میکسه چیز را که میگیر آدم باید دوباره پر تشکر نایم کنم تشکر زنده باشه. مسکینی هست ما قبلنا فکر میکردم یعنی یک هفته پیش یا چیز که در افغانستان جهل از بیسوادی از مردم مگر متاسف مردم چی نداره پول نداره به نظر نگاه اجتماع خراب است و این اصحان است مگر حالا که من میبینم و میفهمی داری ما شما کال از ایجا رفته به خاطر قدرت یک کارایی میکنن برای آلوده شدن آلوده شدن برای آلوده شدن با خصوصا کهان ساله ما دیگه یک وقت میشنیدم میگفتیم من هر قدر سن آدم بالا بره ما قدر تا یعنی گرید آدم بالا میره و برعکس در انگلستان و امریکا و اینجا مصفیدش دیگه باز میرن در لبای بر عشق خودم میکنن که بخیر به مرد برابر شد مصفیدن و دنبال دلار میرن. حالا من این مصاحبه چی در خانم غنی در اولا غنی رو دیدیم که پر از دروغ و برادر دیجار مصرف میکنن. غنی میگفت که ایج شرکت سهامی نیست آل زن و دختر و بچه کاکا و بچه مومبا و اینا رو بیاره به این اساس من فکر میکنم مداخله کسایی که از خود افغانستان است و کسایی که گریدی است و کسایی که عقل کهنه خود تا کار میپرسن بسیار ضربه میزنه به این ملت تا این که با پاکستان هر روز پاکستان های سایتو میکنه اولو برادر شما غیرت نداره که پاکستان همو تو میکنه. از یک طرف میگه والا مونگا پختانایی از دیگه طرف والا مونگا تاجکی و غیرتان غیرت داره ما تاجک هستم ما ایتا این که غیرت ندارین که یک چند تاک از اینجا رفته در کوزش بزنین بگو برادر به چه وقت شما این پولا رو جمع میکنین؟ حالا برای خدا داکتر هستی داکتر یعنی آدم فکر میکنه دیگر روز میگن نه ایران اینجا به خاطر که امریکا رو بزنن خیلی تو که خانه به دروازه باشه خود طبعا حال مسکنی هست دمی حال دمی امریکا هست این هم نرس پولیس هست خانه تا نه تو ساعت دروازه شو از بانه ببینن که دزدی میشه نه نشه دزدی میشه خانه ما که باز باشه کسی نتانه اما امنیت خانه خود بگیره کسی نتانه او را داره کنه طبعا این بسیار طبیعی است که هم پاکستان مداخله میکنه هم امریکا و بعضی مردم میگه ما نوکر امریکا سه طبعا نوکر باید باشیم از خود پول نداریم یک کسی که به شما کار میکنه به مسکینیار سه و او رو بگویم برو یک پیاله چای هم بیار چای برات نبیاره میمونیشه دستیدی و الله ده بانیشه او که آمده کار کنه پول میگیره ده برادرش باید برات کار کنه وقتی که او پول داشت عزت یعنی پول داشت و شما نمی مراجعه نمی کنه که کار برشان بده در اون صورت ما می تانیم بگویم ما نوکر مسکینیار ست نمی شیم وقتی که پول ما نداشته باشم به شما آمدم کار کنم طبعا باید به حرف شما کنم چای درستان بیارم تشکر او بیش جور کنم قوی او بیش جور کنم در غیر از اون نوکر خوب نیستم تشکر از شما زنده باشه تشکر. دوستان ارجمند هموطنان گرامی و در اینجا می رسیم به پایان برنامه امروز. البته نسبت مشکلات تکنیکی که
پیش آمده مقصد در جادو ما معذرت میخواییم و امیدوار است هرچی زودتر این موزل برطرف شود. خداوند یار و یاورتان تا فردا سر ساعت 11. افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور. مبارزه مشترک افغانستان و پاکستان.